به نام آفریننده کلمه، خالق بی همتا، دوستدار هنر و زیبایی ها. عزیزان همیشه همراه، یک بار دیگه از دل 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دید دوربین دیدینو در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که برخی از شما رو همینجا رخ در رخ ببینیم. امروز در شروع ماجرا نمیتونم منکر این باشم که در شرایطی داریم برنامه رو شروع میکنیم که دقیقه های طولانی ذهن منو چیز مهمی، مسئله حادی اشغال کرده. اینکه مدام میشنویم، گاه متاسفانه خودمون میگیم که ایرانی ها اهل کتاب نیستن. این جمله غم انگیز رو دوست ندارم باور کنم و دوست دارم با شما اینجا ضرب این جمله رو بشکنم. من باورم نمیشه، هر چقدر هم بگن سرانه مطالعه در کشور ما کمه، که هست، نمیشه منکرش بود با توجه به جمعیت و در نسبت با اون، اما من باورم نمیشه مردمان سرزمینی که شعرهای بزرگی دارند که از ارکان ادبیات جهان محسوب میشن، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، کسانی که شبهای دور همی خانوادگیشون آمیخته با کلمات حضرت حافظ، کسانی که مغز حکمت و نگره هستی شناسانه جدی رو با سعدی نازنین تجربه میکنن، چطور ممکنه با کتاب بیگانه باشن؟ مردمانی که وقتی جهان مشغول نوشتن نبود می نوشتن، مردمانی که زمانی که جهان برای هر چیز عادی خودش آداب جدی نداشت، اینا آداب مکتوب داشتن. امکان نداره. هنوز هم با وجود اینکه ما در دورانی زندگی می کنیم که بشر داره در کهکشان گندم می کاره، برای طب، برای طبابت، برای پزشکی، برای کشف پایه‌هاش به ابن سینای ما رجوع میشه، به کتاب قانون او رجوع میشه. در این پاندمی کرونا که هممون تلخ و سخت از سر گذروندیم، کشف رازی، الکل به داد جهان رسید، مال ماست. اجازه بدید باور نکنم که ایرانی‌ها با کتاب بیگانن. این تقدیم به همه ایرانیایی که شمایید و کتاب دوست دارید. اگه حرف منو هنوز باور نکردید، الان با هم چرخی خواهیم زد ببینید که ایرانی ها چقدر کتاب دوست دارید. خب در غرفه نشر محترم مهراب قلم هستیم، نشر پر افتخاری که با وجود تمرکز جدی که روی آثار متصل و مرتبط با کودکان و نوجوانان داره، سالیان سال و ادوار مختلفی به عنوان نشر برگزیده کشور هم در قضاوت‌ها و سنجش‌های مختلف قرار گرفته. آقای همتی عزیز، مدیر تولید این نشر، بسیار خوش سر و شک هستن که سحرانگیز هم از جاتون خالی. من واقعا از دیدن این همه عناوینی که کنجکاوی برانگیزم برای خوندن، اینجا جای شما رو خالی میکنم، لذت دارم میبرم. و از آقای همتی خواستم وقتشون رو در اختیار ما بذارن، یکی از عناوین موجود توی مهراب قلم رو برای ما معرفی بکنن، شاید که من و شما با هم از طریق دوربین دیدینو مشتاق و شایق بشیم به خوندن و ورق زدن این کتاب. جناب همتی عزیز بفرمایید. خیلی خوش اومدین به غرفه انتشارات مهراب قلم. ما حدود 40 سالی که داریم در حوزه کتاب برای بچه ها کار میکنیم و اساساً مخاطب ما کودکان و نوجوانان هستن. مخاطب شما آینده این سرزمین. بله بله. بدون تردید. منتاب یکی از شاخه‌های کار ما برای بچه ها رمان کودک و نوجوانه، چه ترجمه و چه تعلیف. یکی از کاری که خود من خیلی دوست دارم و دوست دارم اینجا معرفی کنم، کتابی هست به عنوان زندگی روی در یخچال. بله. این در واقع روایت زندگی یک دختر و مادری که رابطه خیلی خوبی با هم ندارن. دختر در زندگیش دچار یک سری مسائل مختلفی هست از جمله اعتیاد، و مادر هم خب وقتی چندانی به دلیل اینکه مشغله زیادی در بیرون از منزل داره نداره برای ارتباط با دخترش، و اینا ارتباطشون تقریبا از طریق یادداشتایی که روی در یخچال خونهشون میذارن شکل میگیره و فرم جذابی داره. بله بله دقیقا. منتها اتفاقی که میفته اینه که مادر دچار بیماری سرطان میشه و
نوع نگاه اینها تو اون یادداشتا سبب میشه که در واقع به هم نزدیک بشن، مسائلشون با هم ارتباط ترمیم بشه و زندگیشون دگرگون بشه. کتاب جذاب به لحاظ محتوایی و عرضم حضور شما به لحاظ گرافیکی هم کتاب خیلی خوشخوانیه. امیدوارم بچه با خوندن این لذت ببرن. زنده باشید. حالا باشید. ما نمیذاریم اصلا حالا به بچه ها برسه، خود ما ترغیب شدیم بخونیمش. به نظر میاد این رمان آلیس کایپرز کانادایی با توجه به فرم خاصی که داره به شدت میتونه ما رو از دریچه زیبایی شناسی و در این حال محتوای جاری توی این کتاب اغنا بکنه. حتما من هم به شما هم راه و هم دوش با آقای همتی عزیز توصیه میکنم زندگی روی در یخچال آلیس کایپرز رو از نشر مهراب قلم بخوانید. امید که هرگز هیچ مادر و دختری، هیچ پدر و پسری، هیچ والدینی با بچه هاش دچار لکنت در ارتباط نشه. برقرار باشید. متشکرم. زنده باد. تاریخ بشر پر و سرشار از سلاطین، حکما، آمران و بسیاری از پادشاهان ریز و درشتی که به ضرب و زور قدرت و زر و سیم و سکه تونستند سالیان سال و اگر با احتساب نوادگانشون حساب کنیم قرنها بر گوشه ای از جهان حکمرانی کنن، حرف خودشونو بزنن و اسب خودشونو بتازونن. اما امروز که من و شما در دل 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران داریم با هم حرف میزنیم، باز هم یک نگاه فراخ منظر به جهان بندازیم، خواهیم دید که این جهان رو نهایتاً کسانی که با واژه و کلمه و خرد و کتاب سر و کار داشتن به ارث بردن و ما رو میراثدار چنین گنجینه‌ای کردن. ما هرگز میراثدار هیچ سلطانی، هیچ پادشاهی، هیچ حاکمی در تاریخ بشر نشدیم، اما میراثدار بسیاری از نویسندگان، دانشمندان، فرهیختگان، ادیبان، شعرا و فضلایی شدیم که ازشون کلمه و ارث و کاغذ و واژه برای ما به یادگار مونده. مفتخریم به داشتن این ارث و میراث. مفتخریم به اینکه وامدار چنین اندیشه ژرف و نهانی هستیم که تمام تاریخ بشر پشت سرشه. هر چه هست امروز من و شما وامدار کتابیم، وامدار واژه‌ایم، وامدار قدرت نیستیم، میراثدار و میراثخوار قدرت نیستیم. و فراموش نکنیم که این واژه و کلمه و خرد و کتاب عظیمترین کتاب خوب مثل دوست. میخواید بدونید کتاب خوندن و مطالعه چه موهبت پیچیده و جذابیه؟ فقط کافیه به این جمله بسیار نازنین از آرتور شوپنهاور دقت کنید. میگه کتاب خواندن اندیشیدن با ذهن دیگرانه. خیلی پیچیده است اینکه تو به عنوان مثلا ایوب آقاخانی داری زندگی میکنی اما همزمان میتونی به عنوان ده ها نفر دیگه به یک پدیده نگاه کنی و دربارش فکر کنی کم موهبتی نیست. آدم انگار بارها و بارها و بارها زندگی میکنه، اونم فقط به واسطه کتاب خواندن ساده. اینجا غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه و توش چیزهای دیدنی فراوونه. با هم توش چرخ میزنیم و شما رو یه خورده بیشتر با آنچه که اینجا میگذره آشنا میکنیم و البته با آنچه که در 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میگذره. در غرفه نشر محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه چیز جالب هم ما دیدیم، این که بعضی از دوستانمون با لباس محلی توی این غرفه در حال چرخ زدن و ارتباط با بازدید کننده ها هستن. در خدمت آقای بختیار خضری عزیز هستم که با لباس زیبای کردی توی همین غرفه مشغول انجام خدمت بودن. بهانه شد برای اینکه از ایشون سوال بکنم اینجا چه میکنن و مشخصا دوستانی مثل ایشون که با لباس محلی توی غرفه در حال گشت زدن هستند کارشون چیست.
آقا خیلی خوشحالم از زیارت باشید. شما ممنونم زنده شما باشید. خسته نباشید، تشکر میکنم از شما همکارتون قربونتون به خاطر این بابت زحمتی که میکشید اختیار دارید و نکاس میدید این وقایع و اتفاقات داخل نمایشگاه کتاب رو. جناب بختیار بله. چه میکنید اینجا؟ چه عجب با لباس محلی. بله ما امسال خود کانون انتخاب کرده از استانهای مختلف هر کدوم از مربی ها با لباس محلی بیان اینجا و در داخل غرفه کانون این کتابایی که هستش مال کانونه و انتشارات کانونه به اعضا، مربیان، اولیا، دانش آموزان معرفی کنیم که بهتر کتابا رو بشناسن. آها یعنی شما به عنوان یک مربی راهنما بله بله یه جورایی کتابیار محسوب بشی. بله 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 و حتما در واقع به عنوان یک کرد این رو معرفی میکنی. به نظر خودتون خاصیتش چیه؟ من درست لباس هم کردی ولی من تو شهرستان خودمونم مربی هستیم اونجا. آها. تو کانون هستیم با همین کتاب هستیم با همین دانش آموزات و این حال هوا هستیم ولی اینجا یه هوای دیگه داره، یه بالاخره فضای دیگه هست که تنوعه. مثلا اونی که میاد کتاب انتخاب میکنه در اون لحظه ای که وارد نمایشگاه میشه لباس های محلی رو میبینی، تنوع رنگه بله. به تنوع قومیتیه. من حتی یاره. فکر میکنم بله. انگار ایران رو توی درسته. غرفه جمع کردی زنده باد. انگار ایران توی غرفه است و داری در این که کنار قفس ها میری یه استان دیگه هم میری. زنده باد دقیقا همینطور شهر. یه سفر کوچولوی بله توی بله. غرفه است ولی بله بله استان بله. به استان داره حرکت درسته. میشه درسته. و ضمن این که بگیم فارغ از زبان و لهجه و لباس و رخت و جامه همه ایرانیان در تاریخشون عاشق کتاب و فرهنگ و ادبیات بودن. یادتونه ابتدای برنامه چی خدمتتون عرض کردم؟ من هنوزم باورم نمیشه این تبلیغات منفی رو برای این که بگیم ایرانی اهل کتاب نیستن میتونیم بهش فکر کنیم، میتونیم بهش تأمل کنیم، انقدر بهش فکر کنیم که دیگه کسی جسارت تکرارش رو پیدا نکنه، ولی واقعا ایران شیفته فرهنگ و ادب و تاریخ و کلمه و واژه و تمدنه. این هم یک نشانه نمایشی که با خلاقیت غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اینجا فراهم آمده و البته تنها غرفه است که این کارو کرده. به هر حال شما رو دعوت میکنم که در 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خودتون هم به اندازه ما با شیفتگی وارد رهاوردهای نمادین این غرفه هم بشید و انشالله که دست خالی هم از اینجا بیرون نرید. آقای بختیار خضری عزیز امیدوارم در هدف متعالی که دارید مخصوصا دعوت افرادی که سنهای کمتری دارن به خواندن کتاب موفق و پرتوفیق باشید. خدمت همه کردهای نازنین هم از طرف ما سلام. منم از طرف اونا سلام دارم، ارادت دارم خدمت شما. برقرار و پیروزی. زنده باشید. زنده باشید. کشید و خیسی چشمانش را پاک کرد. جلوی ورودی سرسرا چند سرباز ایستاده بودند. او که نزدیک آمد آنها ایست دادند. که هستی؟ بوراندخت قطرات عشق در چشمانش گشت و با صدای لرزان گفت دختری که پدرش را ناجوان مردانه کشتند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب بوراندخت. این کتاب درباره شاهزاده خانومی ایرانی به نام بوراندخت است که در روزهای حمله اسکندر مقدونی به ایران با یاران اندکش در برابر او ایستادگی می کند. کتاب بوراندخت نوشته وحید محمدی پایندر را انتشارات مهراب قلم روانه بازار فرهنگ و ادب نموده است. تو روزهایی که توی 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بودیم و هستیم نوجوان‌های زیادی رو می‌بینم مثل همه عزیزانی که پشت سر من هستن که به هر حال از نسل امروزن، نسل عجیب و غریب آمیخته با فضای مجازی. برای من هیجان انگیز اینه که این افراد که به دنبال مجاز هستند و آغشته و آمیخته با مجاز در پی حقیقت نهفته در کتابن. این یعنی امید، این یعنی با تمام گرفتاری ها ما میتونیم آینده این سرزمین رو با همینا بسازیم.
35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب یه نشانه کوچیکه. به هر حال اینجا جاییست که اینا به هیچ نیتی جز کتاب نمیتونن اینجا باشن. پس هنوز هم میشه درباره حقیقتی حرف زد که از پی مجاز میشه تو ذهن این عزیزان جستجو کرد یا دعوتشون کرد که بهش توجه کنن. ظاهرا اینا بی دعوت آمدن و چه خوب. خب الان دست تکون بدیم برای دوربین. من هنوز توی غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستم. اینجا به این سادگی ها نمیشه خلاص شد. چیزای زیادی هست که برای خود من حیرت انگیزه. من مطمئنم تو جمع شما بزرگواران کسانی هستن مثل من که دیوانه قلم نویسنده فقید کشورمون زنده یاد نادر ابراهیمی باشن. من به زرس قاطع میتونستم ادعا کنم که چیزی از زیر قلم او در نیامده، به چاپ رسیده باشه و من نخونده باشم. حساب کنید از ابن مشغله و ابوالمشاغل که کتابی است که میشود نخواند به عنوان یک اثر از یک مؤلف، تا یک سعود باور نکردنی که خاطرات کوهنوردی زنده یاد ابراهیمیه، من همه اینا رو خوندم دیگه. نگم از رمان آتش بدون دود، نگم از مصابا و رویای گاجرات، تضادهای درونی، حکایت آن اژدها و هزار و یک مجموعه داستان کوتاه یا حتی نمایش نامه های کمتری که نوشته و مثل وسعت معنای انتظار و چه و چه که همه اینها رو خوندیم. 40 نامه کوتاه به همسرم به ما درسای زندگی فراوانی داد. ولی راستشو بخواین جدا از این که میدونستم با توجه به کتاب مهم فارسی نویسی برای کودکان که نادر ابراهیمی نوشته توجه ویژه‌ای به ادبیات کودکان داره و ترجمه قول آهنی که برای کودک انجام داده یا آدم آهنی که برای کودک انجام داده ما رو نسبت به این ماجرا وسواسمند میکنه که نادر ابراهیمی بچه‌ها براش مهم بوده، اما دیگه فکر نمی‌کردم این تعداد عناوین جدی برای کودک نوشته باشه. پنجره های دنیای کوچک من، قصه دو کبوتر، یک گوشه ساکت جنگل، قصه زندگی یک برگ، ما ارمنی های این آب و خاکیم، کلاغ ها و و و حقیقتا حیرت زده شدم و تبریک میگم به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که گوهرها و گنجینه هایی مثل نادر ابراهیمی رو نه دور میندازه و نه به ما اجازه میده که حتی به عنوان یک ابراهیمی باز به قول کتابخونها غافل بشیم از در واقع قلمی که برای بچه های این سرزمین زده. سفرهای دور و دراز حامی و کامی در وطن هم که باز یکی دیگه از مصداقهای اندیشه ورزی و دغدغه‌مندیه نادر ابراهیمی عزیز برای کودکان و نوجوانان و آینده این سرزمین بود که در قالب یک سریال تلویزیونی قبل از انقلاب تولید و پخش شده. به این غرفه سر بزنید. ما حالا فکر کنم اینجا کار داریم. امیدوارم قبل از غروب بتونیم اینجا بیایم بیرون. سندروم انکار یا تحقیر جمعی، شاید این کلمه یا عبارت به گوشتون آشنا نباشه ولی حتما اهل فضای مجازی هستید. این روزا کی نیست؟ اگر اهل فضای مجازی باشید احتمالا خیلی مواجه شدید و احتمالا مثل من براتون اذیت کننده و دردناک بوده که مدام درباره داشته های دیگران و نداشته های خودمون قیاس شدیم و رنج کشیدیم. اینکه این طرف جهان اینو داره، اون طرف جهان اونو داره، ما اینو نداریم و اینو نداریم و چه و چه و چه. اینکه ما چی داریم و چی نداریم یک بحثه. اینکه این بدل بشه به یک بیماری عمومی که ما اسمش رو میذاریم سندروم انکار یا تحقیر جمعی یه بحث دیگه است. هر وقت تحت تاثیر چنین تبلیغات گزافه، بیریشه و مضحکی قرار گرفتید به یاد بیارید که ما چه ها داریم. بسیاری از این کشورهای همسایه ما
حتی از نظر ابعاد جغرافیایی به اندازه یکی از استانهای کوچک ایران هم نیستن و احتمالاً بسیار دوست می‌دارن تمام ثروت نفتی خودشون رو بدن فقط یک فردوسی داشته باشن، یک حافظ داشته باشن، یک سعدی داشته باشن و جالبه بدونید فقط یکی از اینها براشون کافیه، ولی هیچ کدوم از این چیزهایی رو که میخوان نمیتونن داشته باشن چون اینها رو نمیشه با ثروت خرید. من اصلا نمیگم همه چیز گل و بلبله و ما هیچ اشکالی نداریم، همه چیمون فراهمه، ولی هرگز انقدر ذهن خودم رو کوچک و بسته نمی کنم که با یک تبلیغات کودکانهی که ظرف 5 دقیقه می شود ساخت و بارگذاری کرد در فضای مجازی تحت تاثیر قرار بگیرم و دوچار این سندروم و علائمی بشم که نامش رو بیشک میگذارم بیماری. اینکه یادم بره من چی دارم و کجای جهان ایستادم و با کیا سر چی دارم رقابت میکنم. به نام خدا، محمد حکم‌آبادی هم از سبزوار اومدم. اواخر سال 1398 بچه های حسینی هنر به ما گفتن برید دنبال سوژه های پیشرفت شهرتون. یه سری مؤلفه هم گفتن که مثلا یه کارخونه باشه که ارزاوری داشته باشه، صادرات داشته باشه، محصول های تک داشته باشه، محصول دانش بنیان داشته باشه. گفتیم داداش شوخی نکن، مگه اینجا تهرانه که شما از ما این درخواستار دارید؟ یه چند وقتی گذشت ما پیگیری نکردیم، بچه های انتشارات دوباره به ما فشار آوردن که آقا سوژه های پیشرفتتون بالاخره چی شد؟ رفتیم توی مجموعه صنعتی و شهرک صنعتی و کارگاه دنبال گشتیم، دیدیم بابا چقدر ما پروژه های بزرگ داریم، هواپیما ساختیم، پروازم کرده، نمیدونم یراق‌آلات داریم صادرات هم میکنیم، الکتروموتور ساختیم و چیزای دیگه تو حوزه صنعت خودروسازی کلی محصول داشتیم. یکی از مجموعه‌ای که انتخاب کردیم کارخانه جمکو بود. ما توی کتاب عملیات احیا به این میپردازیم که چه اتفاقی رخ میده که همون بچه‌هایی که 5 سال پیش حرف از اخراجشون بود یا مثلا میگفتن که این کارخونه کار خاصی نداره، امروز شدن بچه‌هایی که دارن محصولات های تک جهانی میسازن، امروز بهشون میگن دانشمند. چه اتفاقی توی این کارخونه میفته؟ ما میخوایم بگیم این مدیر عامل جوان چه قدم‌هایی رو برمی‌داره، چه کارهایی رو میکنه که این آدم‌ها احیا میشن. شاید احیای خود کارخونه که یه جسمه، انسان‌های اون کارخونه، آدم‌ها، کارگرهایی که شاید تا دیروز این فکر میشد راجع بهشون که خیلی کار خاصی نمی‌کنن، خیلی کار مهمی نمی‌کنن، حقوق نداشتن، ولی امروز کارهای بزرگی رو انجام دادن، محصولات دانش بنیان دارن می‌سازن، دارن بهشون میگن دانشمند. اون مدیر عامل با آدم‌ها، با انسان‌ها چیکار می‌کنه که اونها احیا میشن؟ چیکار می‌کنه که این قدرتی که بالقوه دارن بالفعل میشه و اسمشون میشه مثلا دانشمند یا کارآفرین و کارخونهشون امروز در سطح جهان داره حرف میزنه؟ همه این ماجراها رو از ورشکستگیش تا الان که به قله رسیده جمع و جور کردیم توی کتاب عملیات احیا که جایزه جلال آل احمد رو هم گرفته و تقدیم میکنیم به شبکه نصیب. درود به شما که علاقه‌مند کتابید. اینجا 35th نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. من ایوب آقاخانی از طریق برنامه دیدینو مهمان شما و همکنون تن سپرده به نسیم خرد که براتون آرزو میکنم. اینجا شبکه نسیم. ارادتمند شما صادق وفایی، خبرنگار و نویسنده هستم. چند روز پیش به بهانه چاپ کتابم که توی نمایشگاه کتاب اومده با یکی از همسنفای خودم گفتگو میکردم، یعنی ایشون داشت با من گفتگو میکرد به بهانه چاپ کتابم. صحبت به اینجا رسید که یه عده بر این باورن که خیلی خوب نیست بعضی از خانواده‌ها که مخاطب تخصصی کتاب نیستن در ایام نمایشگاه میان با کالاسکه بچه‌شون یه ساندویچ کالباسی میخورن، یه بستنی میخورن و میرن، میان و گذری میکنن و میرن. گفتم یه عده بر همچین نظری هستن، اما چه عیبی داره که تفریح خانواده‌های ایرانی حتی اونایی که از جنس کتاب نیستن زیر سایه کتاب انجام بشه؟ کتاب مفهوم مقدسه. شاید اون بچه‌ای که تو کالاسکه نشسته الان داره این قفسه‌های رنگ‌برنگ کتابو می‌بینه، زلفش از همین بچگی با کتاب گره بخوره و وقتی بزرگ شد یه عاشق کتاب بشه. چه عیبی داره؟ بهانه گفتگو در مورد کتاب تازه‌ام بود که چاپ شده بود. حالا
من میخوام به شما بیننده های عزیز بگم چه عیبی داره وقتی میایید نمایشگاه کتاب دنبال کتابایی باشین که در مورد قهرمانان ملی ایران هستن، توی دفاع مقدس شرکت داشتن، خلبان هستن. چون 4 تا کتاب اخیر خودم در مورد خلبان ها بوده، میخوام بهتون پیشنهاد بدم. در مورد دفاع مقدس کتاب زیاد داریم، کتاب های تازه هم چاپ شده. امسال اگر اومدین نمایشگاه کتاب، به نظرم در مورد این کتاب ها هم یه تحقیق بکنید، یه بررسی بکنید، به نظرم شاید کتاب های خوبی گیرتون بیاد. کتاب اخیر خودم آذرخش و رقص فانتوم ها بوده، در مورد زندگی امیر آزاده خلبان، جانباز خلبان، حسین علی ذوالفقاری، که خیلی برام جالب بود که رونمایی از کتاب جدیدم همزمان شد با روز تولدم و برای خود من اینو به فال نیک میگیرم. پیشنهاد میکنم شما هم این کتاب رو بخونید. نمایشگاه کتاب تهران در مصلا برپاست. کتاب های مختلفی هم توش دارن در واقع عرضه میشن. خیلی هم جالبه که با وجود این گرونی که بهش اشاره کردم و واقعا هم کتاب گرون شده، مردم اومدن و خیلی کتاب خریدن. تا پایان روز دوم، حالا من چون خودم خبرنگار کتابم، 74 میلیارد تومان کتاب فروخته توی نمایشگاه کتاب، هم در بخش مجازی هم در بخش در واقع فیزیکی حضوری که مردم میان اینجا توی مصلا خرید میکنن. اتفاق بسیار خوبیه و من همه ناشرهایی که اینجا حضور دارن، بعضی از ناشرها شاید به بزرگی ناشرهای دیگه نباشن، ما توی فضای نشر یه سری ناشرها رو به عنوان برند و در واقع اسم میشناسیم، یه سری ناشرهای دیگه هم هستن که کوچیک‌تر هستن. میخوام بگم همه این ناشرها خادم کتابن، خادم یک در واقع حریم مقدسی هستن به اسم کتاب. بعضی ها ادبیات میفروشن، بعضی ها کتاب های مستند، تاریخ شفاهی، کتاب هایی که مربوط به تاریخ میشه، تاریخ جنگ، انقلاب، تاریخ جهان، همه اینها به نظر من در یک جبهه دارن می جنگن. جبهه بسیار مقدسی است. بعضی کتاب ها میگم شاید مثلا به مسائل عقیدتی اصلا ارتباطی نداشته باشن، ولی من اونها رو هم در جبهه کتاب میبینم، چون کتاب کلن یک مقوله مقدس و واقعا یک حریمیه که حالا به قول عرفا و اهالی اعتقاد و مرام معنویت و مسلک عرفانی بدون وضو نباید وارد شد به نظر من. بنابراین حتما به نمایشگاه کتاب بیاید. من به عنوان یک نویسنده و خبرنگاری که 14 ساله دارم نمایشگاه کتابو پوشش میدم، از شما عزیزان دعوت میکنم که حتما بیاید. حتی اگر کتابم نمیخواید بخرید، در این فضا قدم بزنید. بوی کتاب یک بوی بسیار آشنا و مهربانیه. یار مهربان که بچه بودیم تو مدرسه بهمون میگفتن، واقعا هم اینطوریه. امیدوارم گرفتارش بشید. کتاب مقوله خوبیه، گرفتارش بشید، لذت ببرید از دست. ما در اردوی بهشتی اردیبهشت بهشتگون ایران زمینیم به سال 1403. 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حال برگزاری است و ما با دیدینو از دیدینو شبکه نسیم خدمتگزار شما هستیم تا آنچه در این اردوی بهشتی اردیبهشت میگذره به شما گزارش کنیم. امسال سال پربارانی بود، به لطف و فضل الهی بسیار ازش تشکر و قدردانی میکنیم که ما رو از نعمات خودش محروم نکرد. اما یاد جمله از بیل پیترسون افتادم که گفت وقتی یک روز بارانی دارین، هیچ چیز در اون روز بارانی بیشتر از یک فنجان چای و یک کتاب خوب توی خونه نمیچسبه. خودتون رو مهمان چنین ضیافتی بکنید، میزبانیش هم با خودتون. به شرط بقا باز هم خواهیم چرخید در این نمایشگاه و تقدیم شما خواهیم کرد آن چیزی رو که خودمون اسمشو میذاریم دیدی نو. من ایوب آقاخانی شما رو تا دیدار بعدیمون از شبکه نسیم به خداوند منان میسپارم. برقرار باشید.